به نام خداوندی بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما بینندگان گرامی شبکه اصلاح. بانوانه اصلاح یک نامه کشاده رسیده است که واقعا هم خیلی دارای درد و دارای مصیبت هایی است که آن را باید آنهایی که به عنوانشان این نامه ارسال گشته است و توسط اصلاح آن رسانه‌ای می‌گردد به اینابت جدی گیرند. عنوان آن را ما گذاشتیم: فاکولته گیالوگیای دانشگاه ملی تاجیکستان را از این شرمندگی نجات دهید. نامه کشاده با پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان اکادمیک فرهاد رحیمی، با وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان اکادمیک ایماموف، با رئیس کمیسیای عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رازق زاده. من میت کالج خوندم، باور کنید ای شوهرم جداشتم تو کودکی منطقه اومدم خونه پدر و مادرم. پدرم گفتم بیا میت کالج داخل میکنیم تا بخون. 1800 سومانی هر ماه دگاور، هر سال سالی سال دگاوری همین میت کالج هم میدادیم. میرفتیم مکتب، باور کنید ما استودنتو پخت چینی مو میبردن، یک تراکتور دا بار میکردن، میگه که پدر وای برده استن ما را میبردن پخت چینی گوشنه و تاشنه در روزای خنکی. اینقدر دستامون که خون میشد گاه روزا. پخت چینی ما میبردن، یک چی نداشتن، سپورتزال نداشتن، از دنیا کونه را چاپا کردن. ما را روزی در روز کرپیچ کشی زنکا را میبرفتیم، هم لباسی ایخونه لباس خونگی میبردیم. میرفتیم، من سحر میخوندم، ای سحر میرفتم تا ساعت 12 یکم ما را کرپیچ میکشوندن. میرفتیم یک کابینت معلمانه سر میشیشتم، یک کتابم میدادن، میگفتن این میره نویسین. ای بالا مادر کورس میکردم، برآمده میرفتم. باور کنید 4 سال خوندم. وقتی پراکتیکا شد بالنیچو روی میکردن، من میرفتم وراچو میسستراشون اوبورکا کن میگفتن، من درو تریزا بشون میگفتن، کالیدورو را بشون. 4 سال خوندم. باور میکنین که یلی ما اوکول کردن و دولین سنجیدن یاد گرفتم. برای چی که درس نیست. یگم معلم را ندیدم که درس ده. وقتی زاچوت میشد تا دادری همین زاچوت کا 50 سوم 25 سوم نمیدادم. зачёткамон намемонд. Худ мехонд, ман мехондам, ман мегуфтам ки ман кӯдаки майда дорам, бечора да падару модарам аз биним нагалта. Ҳам қа мехондам, и так старас мегуфт ки не, маълим гуфтан то 25 сум наметӣ, зачёткаи тура короче намемонда. Охирон мара маълим ба кабинеташ файрон мекард, то 25 сум намегирифт, зачёткамон намемонд. Ман ай ҳами 4 солеги ҳами ҳаётам да ҳамҷа خوندگیم هزاران بار پشیمان شدم که همون قصد پدر و مادرم بیچاره عذاب کشید. مرا خوانند ایخه وقت من در دیگم جا نمیتونم کار کرد. چند جایی که رفتم 300 سوم 400 سوم مرا میگن که همخه اگر خوای که همخه کار کنی اینم تری، اگر خوای که رودو میگم جدا کار مونم $3000 $4000 پول میگم. ما کجا میام کمغل یا پدر و مادر من پنسیونر داده. همین پدر من خودش دمی کارکنی ارگان کار کرده که این اوازی نفقه خوره. 800 سومانی بیچاره را 500 میتن که او هیچ نمیشود. جام پول سویت مونو امور از خدای دادم خودش نمیشود. این نامه را ما یک گروه از استادان فاکولته گیالوگیای دانشگاه ملی تاجیکستان با عنوان شما ارسال مینماییم. سال 2009 رکتور وقت دانشگاه ملی تاجیکستان نورالدین جورتاویچ سایدوف چی میگه لاتوکوبی کودک بیاد، например когда идет этот самый навигацию как её там voy a la playa ya subió la marea мы сейчас живем как стадо овец, нормальных людей не осталось. Декан факультета геология профессор Тоджи Беков Мададбек тоҷи беков را البته به سبب از وظیفه سبکدوش نموده. به جایش نامزد علم‌های خواجگی قشلاق متوجه باشد بیننده گرامی، ولیف شریف را که همشهریش بود دکان فاکولته تعیین کرد. ولیف طی این سالها خودم شاه و طبعا وزیر گویان اول عالمان واقعا اصیل استادان ورزیده فاکولته را که طی 10 ساله و 20 ساله ها در این فاکولته کار میکردند فضایشان را تنگ و ایشان را از فاکولته توسط رکتور راند، زیرا آنها چون استخوان در گلویش بودند که در همه حالت از حقیقت می گفتند. این البته به ولیف رکتور خوش نمی آمد. در همه جلسه و نشست ها با سوادانه سخن می کرد و موقع گیری های نادرست دکان را آشکارا بیان می کردند و به گفتگو این رفتار ایشان به دکن بیسواد خوش نمی آمد و همه دانشمندان و معلمان باسواد را آهسته آهسته از فاکولته بیرون کرد. پس از آن که تاجی بکوف مددبک را از وظیفه خالی کردند و این بیسواد را به جای او تعیین، تاجی بکوف را وجدانش قرار نمیداد. درون فکر میکرد که چه زمان رسیده است که مردم باسواد را از درگاه علم و معرفت به خاطر پایداری یک نفر بیسواد کثیف میرانند. آینده فاکولته چی میشده باشد؟ و این درد و علم او را پس از چند دی به کسلی فشار بلندی آورد و دنیا را پدرود گفت. خیلی جوان بود. یگانه دکتر علم جوان در ساحه گیولوژی تاجیک بود. امروز فاکولته در یک حال قرار دارد که هیچ ماندن گیرید. چی بیسواد بود تحت راهبری ولیف بیسواد نامزد علمها شده ایستادند، البته نه با سواد خود با دادن مبلغ ها. در جایی که راهبر ناقابل و بیسواد باشد، زیر دستش کار کردن شخصانی با سواد را خوش ندارد. ولیف چون دکن فاکولته در این جاده یک شخص تصادفی بود. هنوز سالهای اولی به کار آمدنش چون معلم عادی، استادان از بیسوادی او میگفتند. لکسیه و درسهایش را از روی کتاب و کاغذ میخواند. چگونه سری وظیفه آمد همه استادان فاکولته آگاهند. همشهری رکتور آن وقته دانشگاه سعیدوف نوردین جرتیویچ، اگر نه نخواد یک پروفسور دلسوز و مهنت قرین را از وظیفه آزاد کرده و این نفر بیسواد و دور از علم گیولوژی را سری وظیفه آری. آخر ولیف نمیداند که در تاجیکستان چند کانی کندنی های فایدناک هست و در کدام کانها چی استحصال و استخراج میکنند. نمیداند که کدام سرمایه گذاران نعمت های بای و کندنی های ما را در کدام کانها غارت کردن دارند. وای بر حالت گیولوژی تاجیک. اینجا سعیدوف خیلی اشتباهی سخت و ناگفتنی و نابخشیدنی کرد. سعیدوف نوردین جرتیویچ با این همه عملهای غیر قانونی ولیف تو جوابگری. می آید روزی که نزد قانون جوابگوی می شوی. این انتخابی تو نسبت دکنی ولیف و سرنگون و با فوت آوردن تاجی بکوف خود جنایت است که پاسخی عمیق را از تو می خواهد. آماده باش نوردین سعیدوف جرتیویچ. امروز ولیف دسته شاگردانش را به شاهراه علم رهسپار کرده ایستاده است. البته شاهراه علم داخل ناخونک است، یعنی همه بیسوادند. همه آنها از ولیف هم بیسوادتر میبرایند، زیرا همه آنها با دادن مبلغ حمایه رساله کرده ایستادند. خود ولیف ما میدونیم که چطور رساله نامزدیش را حمایه کرده بود. به گفت خودش زیاده از $4000 صرف کرده بوده است در حمایه آن. بیسوادی ولیف باز در آن است که در نوشتن یک عریضه عبارت از 5 جمله 10 خطای املایی می کند. اگر آن عریضه 1-2 صفحه باشد، پس وای بر حالش می شود. اگر باور ندارید، مرحمت رفته از او دیکتند گیرید، رفته از او یک بار ببینید که اون چگونه است. آخر ما از پیش خودمان چیزی نمی گوییم. در یکی از صحبت‌ها پروفسور حسنوف عبدالرحیم حسانویچ ابراز داشتند که ولیف جانشین من در شورای دیسرتاسیونی اوید به حمایه رساله ها بود. همه وقت مرا مجبور و التماس میکرد که این یا آن رساله را باید از حمایه گذرانیم. رساله هایی که عموماً به ساحه گیولوژی نزدیک نیستند، ماهیت و مضموناً لایق حمایه نیستند. من نمیدانم که ولیف از آنها مبلغ معین گرفتگی است. عاقبت من طاقت کردن نتوانستم و از رئیس شورا استعفا دادم. گفتم که چی نامعقولی میکنی اکنون کردن گیر. من را وجدانم تازه است، تو به وجدان و مکار و کثیف این خیل عملها را به خود روا میبینی. در برابر بدکنی آمدنش بهترین استادان فاکولته را با هر بهانه از فاکولته دور کرد. دادسنتانی خیلی کار دیده و دانشمند و عاقل بودند. وزیروف کبود، وزیرویچ، ملخوف فیروز، عبدالله جانویچ، غفورو فرهاد کیاسویچ، این 3 نفر در حقیقت نامزدهای حقیقی علم گیولوژی بودند. خیلی شاگردان را تربیت کردند و خود دانش و ذکاوت بلند انسانی داشتند. افسوس که وزیروف پس از راندن ولیف از فاکولته در دانشگاه دنغره فعالیت میکرد و سال چند با همه آن غمهای به سرش آورده ولیف دنیا را پدرود گفت. ملخوف فیروز باشد چون دانشی بلند داشت، در یکی از اکسپدیسیاهای گیولوژی سردار است. تقدیر غفورو به روسیه وابسته بوده است. حالا در کدام یک اینستیتوت کار و فعالیت داشته است؟ ما میگویند همصحبتان ما پروفسوران و دوسنتان دانشگاه در این 12 سال همه وقت میگفتیم که ولیف این عملتان نادرست، این را نکنید، لیک دایم نادیده میگرفت. واقعا ولیف زاده دنغره است. با کدام راه ها سری وظیفه آمد و صاحب عنوان دکتری شد ما خوب آگاهیم. امروز ها بین عالمان و متخصصانی ساحه سؤال پیدا شده ایستاده است که آیا دیپلم معلومات عالی ولیف در حقیقت اصلی هست؟ همگان میگویند که او یگان دانشگاه را در روسیه ختم نکرده است. دیپلم را او از کدام دست کسی فالشیوی خریده است؟ با این بیسوادی و زبان روسی را ندانستنی ولیف گواهی میدهد. او در حقیقت بیسوادترین دکتر علم است. به نام الله قسم میخوریم که از این دکتر علم دیده بیسواد و ابله در سراسر تاجیکستان نیست. وای به حال علم گیالاگی تاجیک با چنین عالمانی زبردست است. حالا کمی توقف کنید. این اشخاص باز دعوای اکادمیکی میکنند. اگر چنین شود وای بر حال اکادمی ملی و اکادمیکانی که به این شخص آواز خود را میدهند. با نظر داشتی این همه فکت های ذکر شده از شما مسئولان ساحه ها این طلبات را داریم. یکم، از حمایه با سرعت رساله هایی که ولیف راهبر است خودداری نمایید و نگذارید که به عرصه علم گیالاگی چنین شخصان مثل ولیف روی کار آیند. دوم، لایق بودن و یا نبودن ولیف را به صفت رئیس کمیسیه حمایه رساله های علمی از نو بررسی نمایید. ما میدانیم که رئیس پیشینه این نهاد خود از وظیفه رفت، زیرا ولیف او را نگذاشت که با وجدانانه و سر بلندانه این وظیفه را اجرا نماید. سیوم، ولیف مجبور میکرد ما را که همگونه رساله های به منطق و به مضمون و از علم گیالاگی فلسفه دور را از حمایه گذرانیم. چهارم، همه رساله های حمایه شده تحت راهبری ولیف را از سر نو پری اتستاسیا نمایید. پنجم، در خصوص قانونی به دست آوردن دیپلم معلومات عالی ولیف به همان دانشگاهی که آن دیپلم را داده است درخواست پیشنهاد نمایید که او درست است یا نه. ششم، اگر علم نه یا زادگاهش مهم باشد ما تصمیم گرفته ایم که به دیسرنت خودمان می نویسیم و این درگاه را از این شرمندگی نجات می دهیم. باقی قضاوت به شما بیننده عزیز و عالمانی ساحه گیالاگی تاجیک. بله بینندگان گرامی، واقعا هم ساحه گیالاگی یکی از ساحه های مهم است در کشور که باید در این جاده افراد عالم و دانشمند ایفای وظیفه نمایند و تقدیم ملت ما آن چیزهایی که برای آنها مهم و ضرورند انجام دهند و این ساحه را نگذارد که چند اوباش و چند بیخیرد صاحبی کند و این وطن و این ملت را به حال وخیم با این ساحه اش گرفتار نماید. بله بینندگان گرامی، با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.